سلام و وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شمشاد نیوز خوش آمدید. در نخست سرخط مهمترین خبرها. خواست تازه پاکستان از حکومت سرپرست افغان اسلام آباد از کابل خواسته تا در بخش مبارزه با تروریسم با آن همکار باشد. نقشه رای سیاسی آینده محور بحث آن بود. مقامات آمریکایی و هندی روی مسائل مربوط به افغانستان گفتگو کردند. با کشته و زخمی شدن نزدیک به 220 تن در نتیجه تیراندازی در یک نایت کلاب در روسیه. مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. پاکستان خواهان مبارزه مشترک با تروریسم گردیده است. وزارت امور خارجه این کشور در اشاره به حمله اخیر در کندهار تا یک اعلامیه هر گونه تروریسم را تقبیه کرده و این پدیده را قابل نگرانی خوانده است. وزارت امور خارجه پاکستان مبارزه با تروریسم را یک نیاز مبرم خوانده و خواهان مبارزه مشترک با پدیده مذکور از حکومت سرپرست گردیده است. از سوی دیگر شمار از کارشناسان به اظهارات پاکستان به دیده تردید می‌نگرند. پس از انفجار اخیر در مقابل کابل بانک در شهر کندهار که در آن حدود 50 تن کشته و زخمی شدند، به شمول کشورهای دیگر پاکستان هم این حمله را تقبیح کرده است. در اعلامیه منتشر گردیده از سوی وزارت خارجه این کشور، تروریسم و هر گونه نظریه تروریستی تقبیح شده و این پدیده نگرانی مشترک هر دو کشور خوانده شده است. در این اعلامیه همچنین روی مبارزه جدی با تروریسم تاکید گردیده و درخواست مبارزه مشترک در برابر آن از سوی حکومت سرپرست نیز مطرح گردیده است. پاکستان بار دیگر هر گونه تروریسم و نظریه مشابه با آن را به شدت تقبیح کرده است. تروریسم یک نگرانی مشترک است و نیاز است تا هر دو طرف باید مشترکاً به آن رسیدگی نمایند. اما شمار از کارشناسان امور به اظهارات پاکستان در رابطه با مبارزه با تروریسم به دیده تردید می‌نگرند. آنان می‌گویند پاکستان در چند دهه گذشته هر بار چنین اظهارات را بیان نموده، اما با گفته آنان این کشور هرگز روی حرفای خود عمل نکرده، بلکه خلاف آن همواره از تروریسم به نفع خود بهره برده است. مونږ په دې 15 کالو کې، خصوصا تیرو 16 کالو کې، د پاکستان له لاسه ډېرې ترخې شپې ورځې تیرې کړي دي. پر پاکستان باندې باور کول لویه تاریخي تېروتنه ده. پاکستان په دې 16 کالو برعلاوه چې د تروریسم ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه نه ده کړې، مګر د ترهګرو تروریستي ډلو د روزلې لپاره هڅې کړي دي. دا د دې لپاره چې دوی وکولی شي افغانستان له پښو وغورځوي او نه غواړي چې افغانستان کې یو مستحکم نظام رامنځته شي. آنان باور برای پاکستان را اشتباه بزرگ حکومت‌های گذشته در افغانستان می‌داند و از امارت اسلامی هم می‌خواهند تا قبل از هر گونه تعامل با پاکستان از دقت تمام کار گیرد. پاکستان با افغانستان منافع متضاد داره و هیچ وقت در ثبات افغانستان و آبادی افغانستان خیر پاکستان نهفته نیست. به می دلیل است که پاکستان همیشه سیاستش دوگانگی در مقابل افغانستان و حال یک حکومت است در افغانستان که میتونه از منافع افغانستان درست دفاع بکنه و در رابطه به مبارزه با تروریسم افغانستان خوب تانسته که مبارزه بکنه، نیاز به کمک‌های کشورهای همسایه نیست. بعد از حمله اخیر در کندهار، این حمله با واکنش‌های داخلی و خارجی روبرو شده و به شمول پاکستان و آمریکا بسیاری از کشورها و اداره‌های جهانی آن را به شدت تقبیح کرده است. امارت اسلامی روی حل مشکلات از راه گفتگو با کشورها تاکید می کند. کابل می گوید که برای حل مشکلات به میان آمده اخیر با اسلام آباد هم به مذاکرات و گفتگو باور دارد و کشورها باید به حریم همدیگر احترام قائل شوند. سفارت افغانستان در پاکستان می گوید که با نماینده خاص پاکستان برای افغانستان موافقه کرده که در آینده رویداد حمله بر خاک افغانستان تکرار نمی گردد. بعد از آن که ناامنی ها و حملات در پاکستان اوج گرفت، اسلام آباد روابط خوب با کابل ندارد و بار ملامتی های خود را به دوش افغانستان می اندازد. روابط نادرست میان کابل و اسلام آباد زمان تیره شد که نظامیان پاکستانی بر خاک افغانستان حملات هوایی نمودند. اکنون با تازگی تلاش های آغاز شده که این معضله از راه گفتگو حل گردد.
امارت اسلامی می گوید که خواهان حل مشکلات از راه گفتگو با تمامی طرف هاست و برای حل معضله به میان آمده اخیراً با اسلام آباد هم روی مذاکرات تاکید می نمایند. ذبیح‌الله مجاهد به شمشاد گفته است که به همین هدف شازافیر افغانستان در اسلام آباد با آصف علی درانی نماینده خاص پاکستان برای افغانستان دیدار کرده است. افغانستان د تل د ستونزو په حل باندې ټینګار کړی او پلوی ده. تیر روز د اسلامي مرد سفیر په اسلام آباد کې د پاکستان د افغانستان د پاره استازي سره لیدلی و. خبرو کې هم پاکستاني اړخ ته دا خبره تشریح شوې ده چې موږ د حل او د ستونزو د برطرفه کېدو طرفدار یو او په خبرو باندې باور لرو. باید هیوادونه یو بل حریم ته درناوی ولري، یو بل داسې داسې اقدامات ونیسي بیا وروسته پښیماني داسې ولري. نو موږ د ستونزو د حل لپاره په خبرو باندې تمرکز کوو او باید هر ستونزه د خبرو ناستو پاسو لارې حل سي. در دیدار میان سردار احمد شکیب شازدافیر افغانستان در اسلام آباد و آصف علی درانی روی این موارد توافق صورت گرفته که در آینده دوباره بالای افغانستان حمله هوایی صورت نخواهد گرفت که این امر منجر به میان آمدن مشکلات میان دو طرف نیز می گردد. در این دیدار میان هر دو کشور روی بخش های ترانزیت و روابط سیاسی هم بحث ها صورت گرفته است. او په دې اړه خبرې وسوه چې د پاکستان د وروستیو بمباریو په نتیجه کې چې کوم تشنج رامنځته شوی ده، کومې ستونزې رامنځته شوی دي، دغه باندې موافقه وسوه چې آینده دپاره دغسې پېښې تکرار نه سي. دواړه هیوادونه دواړه حکومتونه په ګډه کار وکړي او د تجارت او د خلکو تګ راتګ او د مهاجرونو په رابطه یو مثبت تعامل او په ګډه کار وسي چې دا ستونزې له منځه ولاړې شي، د خلکو ژوند متاثر نه شي، دا دواړو ملتونو په ګټه نه ده. کارشناسان میگویند پاکستان هم باید به جای حمله مسائل را از راه گفتگو مطرح می نمود، اکنون هم وقت است که باید مشکلات از راه چینل های دیپلماتیک حل و فصل گردد. سو مده مخ که زنش خری پیدا شده و متاسفانه دموک با ملی حاکمیت بانده تیره وشو، دا هم لاره ده حل نوه، دا باید دیپلماتیک لاره نه ده مسائل هر شی وی. اوس هم زه امید کوم چې زنش خری چی پیدا کیگی خلا را باید معقول لاره باید دایی چه اغا ده خبر و اترو او دیپلماتیکو لاره نه اغا حل شی. با آصف علی درانی نماینده خاص پاکستان برای افغانستان در اسلام آباد در حال دیدار صورت می گیرد که درانی قبل از حملات بالای ولایت خوست و پکتیا اتهام وارد کرده بود که بیش از 5 یا 6 گروه مسلح تی تی پی در افغانستان حضور دارد و در این زمینه شواهد نیز در دست دارد که این جنگجویان از هندوستان پول دریافت می کند. نماینده خاص آمریکا با مقامات هندی در رابطه با آینده افغانستان صحبت کرده است. توماس تویز در دیدار با مقامات هندی برای حفظ منافع مشترک روی ایجاد یک پلیسی واحد دیپلماتیک در ارتباط با افغانستان تمرکز کرده است، اما با چنین سفرها خوشبین معلوم نمی شود و می افزاید که سفرهای مذکور زمان مؤثر تمام می گردد که منافع افغانستان و خواسته های آن در آن مد نظر گرفته شود. توماس ویس نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در جریان سفرش به منطقه به دهلی نو پایتخت کشور هند رسیده است. توماس ویس به مقامات هندی در ارتباط با آینده افغانستان صحبت کرده است. ویس به معاون وزیر امور خارجه هند و جی پی سینگ معین این وزارت بعد از دیدارهای دو جانبه در صفحه تویتر خود نگاشته که با مقامات هندی مذکور برای حفظ منافع مشترک روی ایجاد پالیسی واحد دیپلماتیک در ارتباط با افغانستان بحث‌های مؤثر کرده است. هند به کمک های بشری مهم و انتقال ادویه ادامه می دهد و ما در رابطه به سال 2024 میلادی صحبت نمودیم. همچنین برای حفظ و حمایت از منافع مشترک روی رشد و ایجاد پالیسی واحد دیپلماتیک نیز بحث ها صورت گرفت. خاطر ایجاد همکاری ها و تشریک مساعی با کشور بزرگ هند است در رقابت های بزرگ منطقوی و مخصوصا در میدان جنگ و صلح افغانستان، در مسائل سیاست و اقتصاد و امنیت افغانستان، نقش هند و نقش کشورهای بزرگ دیگه بسیار تاثیرگذار است. در این حال کارشناسان سیاسی میگویند چنین سفرها میتوانند روابط میان افغانستان و هند را بیشتر تقویت نماید.
به باوری آنان روابط افغانستان با هند در بخش های سیاسی، اقتصادی و امنیتی موثر تمام خواهد شد. در سو کوم هغه اقتصادی او سیاسی مشکلات چه اوس زموش په وطن کې شتون لري هغه د یو تفاهم او تعامل للار نه حل او فصل شد. داشتن روابط هندوستان با افغانستان این میتونه که به گونه خودکار بر چگونگی طمع و توقعات بیش از حد مقامات نظامیگر پاکستان هم اثرمند باشه. رئیس دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر چنین سفرهای توماس ویس را زمان موثر میخواند که خواسته های افغانستان در آن مد نظر گرفته شود. رئیس دفتر مذکور از ویست خواسته تا جامعه جهانی را تشویق نماید تا به جای سیاست فشارها، تعامل و تحریم های وضع گردیده بالای مقامات را نیز از میان بردارد و کشورهای منطقه و جهان باید در بازسازی افغانستان سهم شوند. دغه شان سفرونه هغه وخت مفید ثابتیدای شي چې د افغانستان د ولس غوښتنې په پام کې ونیسي. اوس افغانان د نړیوالې ټولنې لخوا د انکشافي پروژو پیل کول غواړي ترڅو کاري فرصتونه ایجاد شي. د ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره د تجارتي اړیکو پراخول، د سویفټ سیستم فعالول، د بندیزونو او تور لیست له منځه وړل غواړي. دا هغه نقطې او موارد دي چې د افغانستان ولس یې عاجل غوښتونکی دی. نو ضروری ده چې په دغه سفرونو کې نوموړې نقطې چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده په پام کې ونیول شي. قرار است توماس ویست بعد از هند با مقامات امارات متحده عربی هم در مورد افغانستان صحبت نماید. این در حالی است که دو هفته قبل جی پی سینگ معاون وزیر امور خارجه هند با آمیر خان متکی سرپرست وزیر امور خارجه نیز دیدار کرده بود و در این دیدار در کنار بحث های روی تقویت روابط سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و هند ابراز امیدواری بر رشد ترانزیت از راه بندر چابهار نیز مطرح گردیده بود. شیرینی فروشان در هرات از نبود بازار در ماه مبارک رمضان شکایت می کنند. آنان می گویند سال روان در ماه رمضان نسبت به سالهای گذشته بازارهای فروش آنان کمرنگ است. باشندگان هرات هم می گویند که به دلیل بیکاری و اقتصاد ضعیف برای افطار نمی توانند غذای مناسب و شیرینی را تهیه نمایند. از سوی دیگر مسئولین اطمینان می دهند که در بازار برای تمامی مواد نرخ نامه ها را توزیع نموده و به طور منظم از بازار نظارت می نمایند. بیکاری و اقتصاد ضعیف مواردی اند که سال روان روی بازار شیرینی فروشان در هرات در ماه رمضان تاثیر منفی گذاشته است. شیرینی فروشان در این ولایت میگویند سال روان نسبت به سالهای گذشته بازارهای آنان چندین برابر کمرنگ شده و مردم توان تهیه غذای مناسب و شیرینی را به افطار ندارند. اگر به اقتصاد مردم ما بنشیم 50% مردم ضربه زده، به خاطر چیکه وقت پولای فراوانی بود. سابق قبلا بود مردم از یک فامیل 5 نفری 4 نفر از اینا مامور دولت بود، معاش مفت میگرفت. حال مامورین هم کم شده و همه کسانی که معاش بگیر بودن ولی کارگر فلان، کسی که روزمره کار میکنه خرج میکنه. سابق که بود پول معاش بود، برای از اینا تاثیر نمیکرد، بازار بهتر بود، فروشات هم زیادتر بود. بازار اقتصاد که خیلی ضعیفه، بازار اقتصاد خوب نداره. اگه اقتصاد باشه که مردم هم خوبم دارن، حال مردم خزر اقتصادش نداشته باشن که شیرینی نمیخرن. باشندگان هرات میگویند که از یک سو اقتصاد ضعیف و بیکاری و از سوی دیگر به دلیل بهای بلند شیرینی توان تهیه غذای کافی و شیرینی را به افطار ندارند. آنان از حکومت میخواهند تا برای کنترل نرخ‌ها در بازار اقدامات جدی نماید. مشکلات اقتصادی زیاد است، در تمام مردم نیه، کاروبار نیه، دنبال یک نون مرتگه اصوب تاشو میره سرگزار استادیه، یعنی پس خالی بر میگرده و خانه نمیتونه بیایه، خلاصه یک لقمه نان نمیتونه پیدا کنه. صبح تاشون منتظر است تا کارگر به دست بیایه، یک نفر بیایه بره سر کار بیایه، نمیتونه. ولی شام میایه به خانه چوچه پوش از گوشنه دنبال دست نگاه میکنه که پدر برای ما نان میاره، نانم آورده نمیتونه، کارم نیسته. از سوی دیگر مسئولین محلی در هرات میگن به هدف کنترل نرخ ها در بازار برای تمام مواد نرخنامه ها را توزیع کردند و برای نظارت از بازارها تیم ها به طور منظم در بازار از نرخ ها نظارت می نمایند. آنان همچنین اطمینان می دهند که با متخلفین و کسانی که خودسرانه بهای مواد را بلند می برند برخورد قانونی صورت می گیرد. در هرات ولایت در شهروالی محترم مسئولین در هرات بازار که خصوصا در روژه میاشتی که پا پوره توان نظارت که وی او در کنترول در نظارت تیمون شپا و رز
لاس په کار دی په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی د نخرنامې ویشل شوی دی فروشګاو مارکیټو ته خصوصا د خوړو په برخه کې. این در حالی است که با فرار رسیدن ماه مبارک رمضان در هرات، شماری از دکانداران در این ولایت دست به احتکار می زنند و نرخ‌های مواد را خودسرانه بلند می برند. با دلیل بارش شدید ژاله و باران در ولایت فاریاب، مردم با خسارات هنگفت مالی و جانی روبرو شدند. علاوه از شهر میمنه، با دلیل ژاله و بارندگی های شدید در شمار از ولسوالی های ولایت فاریاب، سیلاب ها سرازیر شده و به مردم خسارات سنگین وارد گردیده است. در این حال مسئولین محلی میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها دو تن جان باختند و در کنار تخریب شدن حدود 1000 جریب زمین زراعتی، صدها مواشی نیز تلف گردند. با فرارسیدن فصل بهار، شمار از ولایت کشور شاهد سرازیر شدن سیلاب ها اند و حتی به شمال فاریاب در برخی از ولایت مردم به خسارت انگفت مالی و به جانی روبرو شدند. با تازگی شب جمعه گذشته در ولایت فاریاب به دلیل ژاله و بارندگی شدید سیلاب های سرازیر شده و مردم محل را خسارمند ساخته است. مقامات محلی میگویند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها علاوه از جان باختن دو تن و 250 باب خانه، ده اراده موتر، 1000 جریب زمین زراعتی و ده حلقچ ها آب نیز تخریب شدند. باران و ژاله شدیدی که در ولایت فاریاب بارید، سیلاب جانکای را در پی داشت که انباشته از خسارات بود. اکثر خسارات ها در رسالی گرزیوان، خواجه سبزپوش، المار، قیصار، چلگزی و کویسانات بوده است که در نتیجه یک تن در رسالی المار به سبب غرسان در سیلاب جان باخت و 3 تن از اطفال که در ولسوالی قیصار در سیلاب غرق شده بودند، اما خوشبختانه 2 تن اینها نجات یافتند و 1 تن اینها متاسفانه جان باخت. به سبب این سیلاب ها بیش از 250 باب حویلی، 1 باب مکتب، بیش از 1000 جریب زمین زراعتی، 20 حلقه چای آب و 10 اراده موتر نیز تخریب گشته است. به سبب این سیلاب ها اکثر پلا ارتباطی در ولسوالی ها قطع گردیده است و همچنان بیش از 200 رسم معاشی تلف گشته است. در این حال خانواده های متاثر شده در کنار کمک های عاجل خواهان ساخت بندها و دیوارهای استنادی در آن وده مناطقی هستند که به خطر سرازیر شدن سیلاب ها روبروند تا با آن از خطرات و خسارات برخواسته در نتیجه بارندگی ها و در فصل بهار در امان بمانند. یکی وجه شودن برن یاغمر یاغد سیل کلدن از سرکه اشلی من تا شوار کجن یعنی شاروال صاحب کلدن برادر متلارمنه کوردلانه سیلانو لوکلان سوراتلانه. فاریاب ولایت کې سیلابونو ډیرو هیوادوالو ته ځاني او مالی تاوانونه رسول دي. دا په داسې حال کې ده چې درې اونۍ مخکې واورې هم ورته تاوانونه خلکو ته رسولي و. د افغانستان د اسلامي امارت نه هیله لرو تر څو د هغه کسانو تر څنګ ودرېږي چې په دې طبیعي پیښو کې مالی او ځاني تاوانونه لیدلی دي. او بل هله مداده چې په هغه ځای کې چې د طبیعي پیښو شتون ډیر لري، هلته استنادي دیوالونه جوړ کړي، ځکه چې دا استنادي دیوالونه هم د حکومت په ګټه دي، هم د ملت په ګټه دي. گرزوان، بلچراغ، قیصار، المار، چلگزه و خواجه سبز پوش از جمله ولسوالی های ولایت فاریابند که در آن در نتیجه سیلاب ها به مردم خسارات وارد شده است. مسئولان محلی فاریاب میگوید برای دستگیری از خانواده های متاثر شده یک کمیته اضطراری را ایجاد کرده که به زودی کمک های مورد نیاز را به مردم توزیع خواهد کرد. برای رسیدگی به خانواده های متضرر از سیلاب های جانکا در ولایت فاریاب، جلسه اضطراری در مقام ولایت فاریاب دایر گشت که رهبری مقام ولایت برای مؤسسات خیریه و ریاست های سکتوری هدایت داد که هرچی عاجل به خانواده های متضرر رسیدگی لازم صورت گیرد. هرچند سالانه با فرا رسیدن فصل بهار خاص ولایت فاریاب شاهد سیلاب هاست و مردم آن همه ساله به بیمانه زیاد با خسارات انگفت مالی و جانی روبرو می شود، اما هنوز هم به هدف جلوگیری از آن کدام اقدام خاصی صورتی نگرفته است. به دلیل رشد صنعت مالداری در زابل، کاروبار فارمداران بهتر شده است. مسئولین محلی میگویند که صنعت فارم گاوداری در این ولایت رو به بهبود است و ماهانه 100,000 کیلو شیر در 17 فارم تولید میگردد. در این حال فارمداران میگویند هرچند حکومت و مؤسسات کمک کننده تا اکنون با آنان همکاری نکرده، اما باز هم در کاروبار آنان 60% افزایش آمده است.
این هفته فارم گاوداری در ولایت زابل است که به اساس ارقام رسمی روزانه 3300 کیلو شیر و در ماه حدود 100000 کیلو شیر تولید میکنند. مسئولین ریاست زراعت و مالداری زابل میگویند چنین فارم های گاوداری با گذشت هر روز در حال افزایش است. پاوسط تاول باندې پورس کی د اول سپارمون څخه موږ 3000 او 300 کیلو محصولات لرو د شیدو چې په میاشت کې دا تقریبا 100000 کیلو ترسیږي او دلته په دې زابل کې د دې پروشات او لبنیات چې هغه یو له ساده د لبنیاتو مرکزونه موږ لرو او دلته خلک استفاده جن کی. در همین حال فارمداران میگویند هرچند دولت و مؤسسات کمک کننده تاکنون با آنان هیچ گونه همکاری نکرده اما باز هم در کاروبار آنان 60% افزایش آمده است. گاوداری و شبر مختک کرده ده دا تقریبا نوه کاره که ازده خبره به گاوداری کار کن فرموده خبره به گاوداری میده شبر مختک کرده ده بیا نظر اول ارز و میوه و دوی اوهای مساطل و آخر مماشالله انشالله دیره پاله کرده باره می پاله کرده من اوز به دقیق سر اخته یا دقیق شدی دلتا تبدیل دو حالتی ورولو همه غاو سر مینه لرو مجد مینوال در ایرانه غاویو او موږ داسې غواوی غواړو چې هغه دلته موږ نسل ونیسو او موږ سره کومک موسسی وکړي موږ سره همکاري وکړي. دکانداران لبنیات در ولایت زابل خرسندند که به جای تولیدات لبنیات خارجی در داخل کشور از فرمهای لبنیات وطنی با کیفیت بلند و قیمت اندک تولید میگردد و به آن دسترسی دارند. الحمدلله اوس ډیر ښه دی ډیر فعال دی تر مخه له خامخا بازار ته رقم رقم مستی و شلومبې و شیدې راتللې اوس الحمدلله دلته ډیرې و غوایو شتم ټول سره فعاله دی دلته ښې شیدې و شلومبې و مستې کوچي غوړې هر څه ارزانه قیمت راکوي. پخوا به مثال پوډري راخستې یا به مو د تربار سره راخستې ټولې پوډریانې جوړولې. زموږ د دولت څخه دا خواهش دی چې داسې خلکو دپاره چې شی کې مثلا دغه نه یې غلطي شی نه یي هغه سړې خونې جوړې کړي چې تر څو د دوی کوچي او دا شلومبه یې خراب نه سي. ولایت کندهار و هلمند در زون جنوبی از جمله ولایاتی هستند که در این اواخر فرمهای گاوداری در آن رو به افزایش است. بعد دلیل شکستن یک پل در منطقه پشد ولسوالی سرکانوی ولایت کنر رای رفت آمد مردم و وسایط مسدود شده است. مردم محل میگویند اگر برای بازسازی دوباره این پل اقدام به موقع صورت نگیرد با افزایش سطح آب در دریای کنر راههای دیگر نیز برای رفت آمد مردم مسدود خواهد شد. از سوی دیگر مسئولین محلی مشکلات رفت آمد مردم را در این ولایت میپذیرند و اطمینان به حل آن نیز میدهند. نده چې زایمانی د ولادت د وی حالتي د اغه سره موږ هغه په سلو کې 90% د خطر سره د دې مخامخ دي د مرګ سره د دې مخامخ دي. چیرته دغه پل لمنځه لاړ او پیاده رو وته نو د ولس بچیان چې دي د تعلیم د خیسته نعمت څخه به محروم پاتې شي. بار نظر او ته مدا ته ولاړ مسافر مې وس ورلای نه دا وړي خدای ولاړ شي چې کوم نه به خانه سو خراب دی راشی بسته وروب نه پیدا پلا بانم ده پلا نه مشکل پیدا شوه ولسونو تړاړ ورکو چې ستاسو د غستون زبا مونږ دی قدرمن والی صاحب سره درنګې د وزیرانو شورا ته د غکستا سره سو او د دې ستاسو په غم کې ان شاء الله ستاسو د غستون زته به د حواله لار پیدا کیږي. چند خبر مهم از جهان. در نتیجه رویداد تیراندازی در یک نایت کلاب در روسیه نزدیک به 60 تن کشته شدند و حدود 150 تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد شب گذشته در یک گوشه از مسکو پایتخت این کشور زمان رخ داده که بسیاری از مردم در یک کنسرت گرد هم آمده بودند. بر بنیاد گزارش ها بسیاری از افراد مسلح یونیفرم نظامی هم بر تن داشتند. بعد از ورود به تالار کنسرت به تیراندازی آغاز و بمب های دستی را نیز بالای مردم پرتاب نمودند. مسئولیت این رویداد را گروه مسلح داعش به عهده گرفته است. حکومت روسیه این رویداد را به شدت تقبیح کرده و هشدار به حساب و کتاب جدی با عاملین آن نیز داده است.
مقامات اوکراینی از حملات راکتی از سوی روسیه بالای منطقه ژابروژیا خبر می‌دهند. مقامات مذکور گفتند نیروهای روسی بامداد امروز بالای منطقه مذکور 12 حمله راکتی نموده که در نتیجه آن تلفات جانی هم وارد شده است. در کنار این روسیه در شهر خارکیف هم حملات نموده و برق این کشور را قطع کرده است. این در حالی است که میان نیروهای اوکراینی و روسی در بسیاری از شهرهای اوکراین هنوز هم درگیری و جنگ جریان دارد. و خبر اخیر این که روسیه و چین مسوده آتش بس آمریکا را در غزه ویتو کردند. این کشورها آن مسوده آمریکا را ویتو کرده که در ارتباط با آغاز برقراری آتش بس کوتاه مدت در غزه به اعضای سازمان مذکور پیش گردیده بود. همزمان با آن اکنون شورای امنیت سازمان ملل می خواهد تا در مورد این مسئله یک مسوده تازه دیگر را تهیه و برای رای گیری پیش نماید که در آن درخواست توقف جنگ در غزه سوی اسرائیل مطرح شده است. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسه. سپاس شما و همکارانم. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.